بینندگان گرامی، با برنامه دیگه از سری برنامه میزگرد در خدمتون هستیم. من محمد کاظمی هستم، به اتفاق همکارم بابک یزدی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوعی که برای برنامه امروز براتون تدارک دیدیم عنوانش هست جنبش کارگری در سالی که گذشت. سال 1392 در حالی به پایان میرسد که سرمایه‌داران و در رأس آنها دولت جمهوری اسلامی مشقات هرچه بیشتری را به طبقه کارگر ایران تحمیل کرد. اخراج، بیکارسازی، زندان و شکنجه کردن رهبران کارگران، عدم رعایت مسائل ایمنی در محیط کار نمونه هایی از این رفتار و عمل غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران بود. اما طبقه کارگر ایران جنبش کارگری نیست، یک لحظه از پا ننشست. اعتصابات، تجمعات، راهپیمایی، تومار امضا برای افزایش دستمزد، نامی رهبران کارگر در زندان در حمایت از جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اعتراضی در اقصی نقاط ایران ادامه داشت. ما در این برنامه گفتگو می‌کنیم با دو نفر از دست‌اندرکاران جنبش کارگری در ایران در مورد این رویارویی جنبش کارگری با طبقه سرمایه‌دار و دولت جمهوری اسلامی. مهمانان برنامه ما ناصر اصغری و نسان نودنیان هستند که هر دوشون از همکاران نشریه هفتگی کارگر کمونیست هستند که من در همینجا به این عزیزان خوش آمد میگم. ناصر اصغری، به این برنامه خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم و سلام میکنم به شما، همکارانتون و تمام بینندگان تلویزیون کانال جدید. متشکرم. نسان نودنیان، صدای ما رو دارید؟ بله، منم سلام میکنم به شما و ناصر اصغری و همکاران عزیز ما در تورنتو و بینندگان کانال جدید. بسیار خوب. اجازه بدید ناصر نودنیان سوال اول رو از شما شروع کنیم. شما به عنوان همکار نشر کارگر کمونیست خوانندگان این نشریه رو مرتب از اخبار کارگری با خبر میکردید. من دوست دارم یه مقداری راجع به عرصه‌های مختلفی که دولت جمهوری اسلامی طبقه سرمایه‌دار به زندگی و معاش کارگران حمله کرد اینا رو نام ببرید و به طور مختصری در این مورد با ما صحبت بکنید. بفرمایید. حمله دولت و بورژوازی و سرمایه‌دارا به کارگران و مزدبگیران جامعه در یکی دو سال گذشته بسیار وسیع بود و دامنه بسیار گسترده‌ای داشت. در اثر اخراج، بیکارسازی و در ضمن امنیتی کردن محیط کار و فشار و دستگیری فعالین کارگری، مسئله بازنشسته و حقوقهایی که پرداخت نشده، تمام اینا عرصه‌های مختلفی از رودررویی و اعتراض کارگری با دولت و کارفرماها بوده و دامنه، همچنان که صبح گفتم، دامنه بسیار وسیعی داشته. در نتیجه ما به کرات و در هر شماره کارگر کمونیست این اخبار رو منعکس کردیم. اخراج و بیکارسازی به نظر من در صدر مسائل کارگری و اخبار کارگری بوده تا به اصطلاح یکی دو ماه گذشته مرتب میگفتن به دلیل محاصره اقتصادی و نبود مواد اولیه دست کارگرا را در سطح 100، 200، 500 و حتی بیشتر اخراج میکردن و کارگرا را به اصطلاح در شکل خیلی وسیع، در ابعاد وسیعی به اصطلاح بیکار میکردن و بیکارسازی وسیعی وجود داشت و این یکی از مسائل بسیار مهم درون جنبش کارگری بود. و در این حال حقوقهایی که پرداخت میشه، شما حتما و بینندگان عزیز ما از کانال جدید این اخبار رو تعقیب کردن، میدونن کمتر مرکز تولیدی، کارخانه و کارگاه و شرکت‌های پروژه‌ای است که به طور مرتب ماهانه پول کارگر رو پرداخت بکنن. حقوقهای معوقه و پرداخت نشده بعضی موقع خیلی وحشتناکه، از 6 ماه و 9 ماه هم بیشتره. البته این کمتره، ولی به شکل گسترده و به شکل پردامنه‌ای
حقوقهای موقت از 6 تا 3 ماه خیلی زیاده و اعتراضاتی که در 2 سال گذشته و اخیراً شکل گرفته و مرتب ادامه داشته اساساً حول پرداخت حقوقهای موقت بوده و در این حال اخراج به بیکارسازی و در موارد زیادی کارگرا وقتی احساس کردند فضای کارخانه و مرکز تولیدی را دیدن که احتمال بیکارسازی وجود داره شروع کردن اعتراض و با اعتراضات خودشون در هر صورت مدتهایی یا 1 ماه 2 ماه چند ماه جلوگیری کردن از اخراج و بیکارسازی ها. در این حال مسائل دیگری از جمله حقوق بازنشسته ها، اضافه نشدن حقوق بازنشسته ها در صورت اینا مسائل اساسی هستند و بودن که در درون جنبش کارگری وسیعا وجود داشته. به نظر من جنبش کارگری در 1 سال و 2 سال گذشته با اعتراضات وسیعی برای ادامه زندگی و کار مواجه بوده، از جمله اگه خلاصه بکنم مسئله اخراج و بیکارسازی است که دامنه بسیار وسیعی داشته، در سطح میلیونی بوده و این دامنه این محدود به 1-2 تا مرکز تولیدی نیست. در بیشتر مراکز تولیدی کارخانه ها را تعطیل کردن یا کارگرها را بیکار و اخراج سازی کردن. اگر از در گذشته 100 کارگر کار کردن، الان تعداد کارگرها را به حداقل 20 تا 30 یا 50 رسوندن. این یکی از مسائل مهم درون جنبش کارگری اخراج و بیکارسازی و یکی دیگر از مسائل مهم مسئله عدم پرداخت حقوقهایی که در 3-4 ماه همیشه با تأخیر پرداخت میشه. و در این حال یکی از مسائل دیگری که شروع این سوال گفتم، امنیتی کردن و فشار بسیار وسیع بر جنبش کارگری، فعالین کارگری را دستگیر میکنن، به دادگاه میبرن و از آنها میخوان که از عضویت در تشکلهای کارگری که الان وجود دارن استعفا بدن. و شما شاهدی که هر روزه این کشمکش امنیتی کردن محیط کار و تنگ کردن فضا بر فعالین کارگری وجود داشته، اما مسئله مهم اینه که جنبش کارگری و فعالین کارگری به نظر من تسلیم نشدن و در زندانم کاری که بیرون زندان کردن ادامه دادن و اینا به نظر من عرصه های رویارویی و درگیری روزانه و مرتب کارگران و جنبش کارگری با دولت و کارفرماها بوده. خیلی ممنون. من در مقدمه به مسئله اشاره کردم که جنبش کارگری در طی 1 سال، در این طی سالی که در شرف بسته شدن هستش، ساکت ننشست. دوست داشتم یه مقدار راجع به عرصه‌های مختلفی که طبقه کارگر ایران با سرمایه‌داران و با دولت جمهوری اسلامی رو در روی کرد، اونا به مساف طلبید، یه مقدار راجع به اینا صحبت می‌کردید. بعد جنبش کارگری همونجوری که نسانم گفت به معنای واقعی کلمه با مسئله نون در آوردن برای امرار معاش روبرو بود و در این حال همینجوری جمهوری اسلامی با خیال راحت نتونست روزو بسا شب و به روز سر به بالین بگذاره. شما اگه صفحات نشریه کارگری کمونیست رو که به همت نسان نودینیان تمام اعتراضات کارگری که تونسته بودن از سد سانسور جمهوری اسلامی به بیرون درس کنن، شما اگه ورق بزنید میبینید که هر هفته ما با اعتراض کارگری روبرو بودیم. توی صنایع فلزی اعتراضات خیلی تندی شد برای افزایش دستمزد، برای عدم بیکارسازی ها. توی پتروشیمی های ماهشهر که تعداد چندین هزار کارگر اومدن، توی هم چیز بود مثل این که قروه بود یا همدان بود، اونجا باز یا تو معادن ایران اعتراضاتی گسترده ای شد. یه اعتراض که خیلی مهم بود و صدا داد
امضای 40,000 کارگر که توسط فعال جنبش کارگری و مشخصا اعضای اتحادیه کارگران آزاد کارگران ایران، اینا عرصه هایی بودن که فعال جنبش کارگری و مشخصا جنبش کارگری یه لحظه نذاشت جمهوری اسلامی زور بگه دستمزد کارگران نپردازه، ولی با تمام سرکوبی هم که کرد فعالین جنبش کارگری رو مرتب زندان می برد. یعنی طوری بود که زندان و دادگاه برای فعالین کارگری یک مسیری هر روزه دو طرفه ای بود. شما سنندج رو نگاه کنید، شما شهر همین الان توی پتروشیمی سه تا از فعالین کارگری رو زندانی کردن، فعالین کارگری تو معادن چادرملو دستگیر کردن، توی پل اکریل اصفهان دستگیر کردن. با این همه فعالین کارگری جنبش کارگری چیز ساکت نشست. یعنی همه این عرصه رو نگاه کنید. نسان نودینیان اشاره کرد که یه عرصه مهمی که شاهد هر روزه اعتراضات جنبش کارگری بودیم عرصه بود که کارگران حقوق میخواستن دستمزدهای نپرداختشون رو نقد کنن. طوری بوده که خود چندی پیش کانال جمهوری اسلامی یه مناظره بستا یک میزگردی گذاشته بود، تمام بر این بود که کارگرها چنان وضعیت بود که خود جامعه یه حالت انفجاری داشت. 90% مردم با یک سوالی که خیلی گمراه کننده بود از طرف دولت چنان هدایت شده بود که مردم بگن نه، ولی 91% شرکت کنندگان توی اون چیز اومدن گفتن ما میخواییم دستمزد تو هر شرایطی به هر حدی بالاتر از تورم باشه، بالاتر از، یعنی طوری باشه که زندگی یک خانواده کارگری بچرخه. خب میخوام بگم که با اینکه میتونیم مثلا چند تا کارخانه، چند تا عرصه، چند مثلا پرستارا رو اسم ببریم یا معلمین رو اسم ببریم که اعتراض کردن، ولی به نظر من فضای اعتراضی بخصوص در مراکز کارگری حالت انفجاری داشته. جمهوری اسلامی یک لحظه نتونسته حراست و یک لحظه نتونسته بستا سگای زنجیری خودش از تو شورای اسلامی که انجمن های اسلامی فلان از کارخانه بره بیرون و نفس راحت بکشه. ایران خودرو عرصه اعتراضات وسیعی بود، چندین بار با اینکه ایران خودرو قطعه کردن که کارگران نتونن با هم دیگه در ارتباط باشن مثل دوره قدیم، ولی اعتراضات وسیعی شاهد بودیم تو ایران خودرو. حالا میخوام بگم که شما هر عرصه ای نگاه کنید، مثلا این عرصه ای که کمتر به نظر من بحث شده در بارش اینه که اعتراضات کارگرانی بوده که قرارداد سفید امضا داشتن، مرتب اعتراض کردن، خواستن، گفتن ما با چندین سال سابقه کار، اینکه هر سه ماهی دفعه بیایم قرارداد سفید امضا ببندیم یا قرارداد موقت ببندیم، دائم در اعتراض بودن. یه چیز دیگه ای که توی ایران باز بهش اعتراض بوده این بوده که مسئله بیکاری بوده. بیکاری مشخصه مثلا جمهوری اسلامی بیکاری رو در اون کشور طوری تعریف کرده که هر کس در هفته یک ساعت کار کرده باشه، یک ساعت در هفته کار کرده باشه، تازه آدمایی که 5-6 ساعت کار میکنن روزانه در هفته نمیتونن زندگیشون بشه، میگه یه ساعت در هفته کار کرده باشی شاغل به حساب میایی. اعتراضات وسیعی بوده به این وضعیت، طوری بوده که خودشو توی رسانه‌های جمهوری اسلامی باستا پیدا کرد، تو مجلس باستا پیدا کرد. یعنی اینجوری نیست که مثلا خود یک اخوندا بلندشن تو مجلس بگن که مثلا این اشتباه است. اینجوری فشار طوری بوده که اونجا باستا پیدا کرده. خودم میخوام بگم خیلی وسیع بوده اعتراض تو ایران. شما به مسئله افزایش دستمزد اشاره کردید، امیدوارم ما فرصت داشته باشیم یه نگاهی به مسئله افزایش دستمزد داشته باشیم. منتها اینجا میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنید که نقاط برجسته و شاید نقاط گرهی و اینکه آیا واقعا ما میتونیم دست بذاریم بگیم در کجای مرکز کارگری قلب طبقه کارگر میتپید و برجسته سر این مسئله گره؟ یه جایی که جنبش کارگری خودش رو نشون داده در یکی دو سال گذشته پتروشیمی ماهشهر بود. 4-5 هزار کارگر اعتراض متحدانه ای کردن و خواستشون هم مشخصا افزایش دستمزد بود و چندی پیش هم باز اعتراض کردن و یه اعتراض مشخصشون بود که ما 2 میلیون تومان دستمزد می‌خوایم، که تازه با 2 میلیون تومان هم تازه زندگی خیلی مرفهی نیست ولی از گشنگی نمیشه مرد. یه جایی به نظر من مشخص میشه گفت که خیلی نقطه برجسته‌ای بوده در مبارزات یک ساله جنبش کارگری همین بوده. یه جایی یه نقطه دیگه خیلی مشخص و خیلی برجسته بود به نظر من
اعتراض بازنشستگان بود که اونم هر روزه بوده. شما اگه بازنشستگان نگاه کنید مطالبات خیلی رادیکالی دادن جلوی دولت جمهوری اسلامی گذاشتن که این مطالبات ماست، بدون بسیار کمتر از این مطالبات نمیشه زندگی کرد. عرصه دیگه که بوده امضاها بوده، امضایی که 40,000 کارگر امضا کردن توی مراکز خصوصا کوچک جنبش کارگری، کارگران میشه گفت پراکنده 40,000 کارگر امضا کردن و تعدادی از فعالین کارگری مثل پروین محمدی، جعفر عظیم‌زاده، شاپور احسان راد و دوستای گرامی تو شیس امانی و صدیق کریمی اینا رو نماینده خودشون کردن، گفتن که اینا بیان با دولت با چیز سر دست موضوع مذاکره بکنن. گفتن اینا نماینده های کارگر هست، اینا نقاط برجسته است. نکته دیگه که با همین الان همین کلمتون چند روز پیش بود که رفتن جلوی دقیقاً امروز بود یا دیروز بود باز تو سایت اتحادیه آزاد کارگران نگاه کردم که همینا رفتن. یه جای یه چیز دیگه این بود که وقتی که این کارگرا به عنوان نماینده این 40,000 کارگر رفتن جلوی مجلس اعتراض کردن، شیخ الاسلامی که وزیر کار دولت احمدی نژاد بود قبل از اینکه بیاد اومد با اینا مناظره کرد، بسیار مصاحبه کرد، برد توی که قولهای بهشون داد برده بود و اینا گفته بودن ما میخواییم که علنی حرف بزنیم، چرا پشت پرده؟ مردم میخواییم بدونن چیه؟ یعنی میخواییم اینا نقاط قوتی هست که شما اگه با فشار سرکوبی که تو ایران هست اینو مقایسه کنید با جاهای دیگه، میبینید که جنبش کارگری هر روز اعتراض کرده. یعنی اگه من دو تا سه تا اعتراض رو به اسم برم بقیه رو اسم نبرم بی انصافی به اوناست. یعنی واقعا باید رفت صفحات نشریه کارگر کمونیست رو ورق زد ببینید که چه وضعیتی بوده تو ایران. بسیار خوب، فقط میخواستم یه نکته به اشاره بکنم که در هست کمپین برای افزایش دستمزد 2,000,000 تومان این کارگران پتروشیمی بودن که شیپور این کمپین به صدا در آورد. نسان نودینیان، برگردیم به شما. فکر میکنید در جنبش کارگری که در سالی که گذشت سال 92 ناصر عسکری تا حدود زیادی پوشوندن، عرصه‌ای که کارگرها با به خصوص با جمهوری اسلامی پنجه نرم کردن اونو به مساف طلبیدن، تجربیاتی که ما در این سال قابل توجه هستش برای سال 93 برای فعالین جنبش کارگری برای کمونیستا، فکر میکنید کدوم ها هستن؟ به نظر من نکات زیادی رو همچنان که ناصر اصغری اشاره کرد اینجا میتونیم بگیم. خیلی نکات زیادی است که بالاخره تجارب مثبت این دوره جنبش کارگری به طور واقعی، ولی نکات خارج از این نکات خیلی زیاد و گسترده چند مسئله از برجستگی زیادی داره. یکی این که به نظر من سیاستی که دولت و برجواها و سرمایه‌دارا و کارفرماها به کار میبرن اینه که تلاش میکنن یه تصویر فقر و فلاکت بیکاری وسیع خودشون میگن، بحث میکنن. شما حتما چند روز گذشته صحبتهای قالیباف رو در برج میلاد شنیده بودی که مقایسه کرده زندگی مردم بانیاز و مردم بینیاز، و شما حتما شنیدی که مثلا یه آماری دادن که مثلا 37% تورم به این معنیه که اگر شما اینو به لحاظ اجتماعی تر و واقعی تر نگاه بکنی به این معنیه که 1/3 از کارگران و مزدبگیران جامعه در واقع هر از سه روز یه روزشو در فقر مطلق به سر بردن. خب این واقعیه، خودشون میان این تصویر رو میدن. به این دلیل یه تصویری رو میدن به این دلیل که یه آینه جلو مردم ایران در سطح میلیونی بذارن و بگن خودتون نگاه بکنی و وضعیت شما این وضعیت شماست، مشیت الهیه عادیه و سرنوشت جامعه همینه، و در نتیجه استیصال رو به جامعه تحمیل بکنن. این یه نکته مهمیه که کارگران فعالین کارگری به نظر من در شکل بسیار گسترده‌ای اعتراضات سه ماه گذشته را اگر ما بیایم مورد به مورد مورد بررسی قرار بدیم و اینو بشکافیم، مطالبات رادیکال، پیگیری، تداوم، دفاع از کارگرای دستگیر شده، قطعنامه‌ها، در نتیجه
این خصوصیت مهم از درون جنبش کارگری و مزدبگیران جامعه بیرون میاد که تن به استیصالی که دولت و کارفرماها میخوان جلو جامعه بذارن ندادن. این تجربه مهمیه. از این تجربه است به نظر من تو مهر 40,000 امضا کاری که فعالین کارگری میکنن و اخیراً نه، یعنی الان به وقت ما میشه دیگه دیروز تجمعی کردن در مقابل مجلس و در مورد مسئله افزایش دستمزد اعتراض کردن، نماینده فرستادن و همون میزگردی که به درست ناصر عسقری اشاره کردن در مورد مسئله دستمزدها و حمایت توده‌ای و میلیونی که مردم از خواست کارگرا میکنن، این پدیده مهمیه به نظر من در شکل اجتماعی و در دل اوضاع سیاسی کنونی. جنبش کارگری وارد یه دوره‌ای شده که میتونه نظر و توجه جامعه را به خودش جلب بکنه. به همین دلیل با سناریو سازی که کردن افکار جامعه را میخواستن به یه شکلی سناریو بدن که مردم بگن اگر اینا کارگرا مزدشون بیشتر بشه، تورم بیشتر میشه، گرانی بیشتر میشه، فلاکت بیشتر میشه، با وجود تمام این تلاش و افکار سازی که کردن بیشتر از 90%، ناصر به درست گفت 91% به یایی که این بیشتر، مردم وقتی در یه به اصطلاح چیز سوال عمومی که کردن یا یه نظرسنجی به درستن نظرسنجی که کردن رأی دادن که دستمزد کارگرها بایستی بالاتر از 1.5 میلیون باشه. بسیار خوب. این استارت این از کار وقت باشه بتونیم روی اینم صحبت بکنیم. نسان نودینیان و ناصر عسقری، منم در تایید صحبت شما میخواستم به مسئله اشاره بکنم که این میزگردی که جمهوری اسلامی گذاشت مسئله خیلی مهمی بود و در اصل نشون میداد که چطوری اینا در به یه معنا در مقابل همین کمپین برای افزایش دستمزد 2 میلیون تومان اونچنان قوی داره پیش میره و ما امیدواریم که در سال آینده شاهد این باشیم که این کمپین چجوری میتونه به نقطه عطفی در جنبش کارگری تبدیل بشه و به همین خاطر اینا میزگرد گذاشتن. در اینجا میخوام به این نقطه بپردازم که خودتون میدونید که در میان فعالین جنبش کارگری بر سر که طبقه کارگر کجا وایستاده، موقعیت چی هستش، اختلاف نظر وجود داره. من میخوام سر دو نکته یه مقداری صحبت بکنم. یکی اینکه یه فعالین جنبش کارگری میگن طبقه کارگر در حالت تعرضی هستش، یه میگن در حالت تدافعی هستش و یه اختلاف دیگه ای که هستش اینه که رابطه بین تشکلات کارگری و مبارزه برای احقاق حقوق در عرصه‌های مختلف چی باید باشه، کدوم به یکی دیگه تقدم داره. خب به نظر میاد که شاید اینا در یه سطح تئوریک نظری باشه، ولی شما هر دوتون میدونید که این به اصطلاح اختلافات تئوریک چطوری توی به اصطلاح عمل یه سری موانعی به وجود آورده و در به خصوص سر مسئله افزایش دستمزد که 2 میلیون تومان. اینو دوست داشتم یه مقدار شما سر این مسئله توضیح بدید که فکر بکنید این اختلافات های واقعی یا چیزی که من میگم درسته و نظر شما در این مورد چیه. بعدش هم از ناصر عسقری اگر نکته‌ای داره در این مورد بگید. بفرمایید. مرسی. من فکر میکنم نقطه عزیمت فعالین کارگری و ما و کسایی که میخوان واقعا کاری در درون جنبش کارگری بکنن این نیست که آیا واقعا امروز جنبش کارگری در حال تعرض یا دفاعی مشکلی رو حل نمیکنه، به دلیل اینکه جنبش کارگری ایران با یه رژیم متعارف سرمایه‌داری که اصول و قوانین سندیکایی اتحادیه‌ای و تشکل کارگری رو براسیت بشناسه وجود نداره. یه دولت حاکم سیاه سرکوبگره اگه کارگری از یه قطعنامه اول ماه می یا از قطعنامه حقوق کودک دفاع کرده مثل بهنام ابراهیم زاده اینو گرفته و انداخته زندان. یعنی چه؟ این فاکتور مهمیه. وقتی این فاکتور وجود داره به نظر من ما نمیتونیم و
واقعی نیست بگیم امروز جنبش کارگری در حالت تعرضیه، یا نه جنبش کارگری قدرت دفاعی داره. به نظر من صورت مسئله به این شکله. ما اگر بیاییم به شکل ابژکتیو اعتراضات کارگری رو در شکل سراسری بررسی بکنیم، اولم گفتم مطالبات کارگرا، خواستهاشون، پوزیسیونی که میگیرن برای برپایی اعتراض کارگری، این خود این مسئله مهمیه. در یک کشور استبداد زده دیکتاتوری اسلام سیاسی با این همه جنایت ارتجاع که نوک تیز حملهش رو به کارگر معترضه، اینا فاکتورهای مهمیه. با وجود این کارگران ساکت نیستن و برای حقوقهای معوقه، علیه اخراج و بیکارسازی. کارگر بازنشسته ما یادمون نرفته در اصفهان و تهران و جاهای دیگر سال گذشته چهره اعتراض جامعه ایران بودن برای افزایش حقوقاشون، برای اینکه جامعه و دولت اینا را به عنوان اعضای بازنشسته با حقوق و مزایای مخفی به رسمیت بشناسه. در نتیجه من فکر میکنم جنبش کارگری و بایستی در شکل ابژکتیو خودش امروز در چه موقعیتیه و چه کاری میکنه و مطالباتش به چه شکلیه و برای تحقق مطالباتش چند قدم جلوتر رفته و اگر جای عقب نشینی کرده یا سکوت کرده به چه دلیلیه بایستی بررسی کرد. وگرنه هر از نظر من به عنوان نظر شخصی خودم هر تعریفی از تعرضی بودن جنبش کارگری یا دفاعی بودن جنبش کارگری در ایران به نظر من مشکل رو حل نمیکنه و ارزیابی وقتی درسته که ما نقاط ضعف و قدرت و امکانات پیشروی جنبش کارگری رو به درست بشناسیم. من فکر میکنم جنبش کارگری ایران به جای اینکه بگم دفاعی یا تعرضی، دارای پتانسیل بسیار بالایی برای اعتراض، برای مبارزه، برای تحقق مطالبات رادیکال خودش در دل اوضاع پلیسی امنیتی که جمهوری اسلامی، یک دو در دل فقر و فلاکتی که این نظام به جامعه میلیونی کارکنان و کارگران و کارمندان و پرستار و معلم تحمیل کرده. امروز مسئله معیشت مسئله مهمیه، خود به خود یه بخش از خانواده و جنبش کارگری و به نظر من تو حالت دفاعی برای تأمین معیشت نگه می‌داره، ولی یه بخش دیگرش وقتی رو در رو با اخراج و پرداخت نکردن حقوق رو در رو هست، اون اعتراض می‌کنه و این تصویر به نظر من واقعی‌تر جنبش کارگری. نسان نودینیان، من در دو تا سوال مطرح کردم، شما به سوال اول خیلی خوب جواب دادید. دوست داشتم یه مقدار راجع به رابطه بین تشکلات کارگری و مبارزه برای احقاق حقوق، برای این مسئله به نظر من اهمیت داره، برای اینکه خودتون میدونید که یه عده از فعالین کارگری وزنه رو میذارن اساسا رو تشکلات کارگری. تا اگر خوب ما نه سندیکای داریم نه شورا داریم و جمهوری اسلامی تمام تلاش میکنه که تشکلات کارگری رو از همون اول نظر نطفه‌اش بسته بشه و در نتیجه اینا تاکیدش اینه که ما تا موقعی که تشکلات کارگری نداشته باشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اون تا خب ممکنه یه عده دیگه هم استدلال میکنه که در همین در طی مبارزه است که این تشکلات کارگری به وجود میاد. دوست داشتم به طور مختصر در اینجا هم یه مقدار شما توضیح میدادید. ما الان در نیمه راه به اصطلاح میزگردمون هستیم، باید یه مقداری برجت سریعتر بریم پیش. بفرمایید. مسئله تشکل مستقل کارگری با ترندی که ما پیش میبریم و بر پتانسیل اعتراضی کارگران تأکید میکنیم، دو مسئله جدا از هم هستن به نظر من. اون طیف از کسایی که از احزابی که یا حتی از کسایی که در درون جنبش کارگری هستن و بر استقلال طبقاتی و استقلال خود کارگرها تاکید میکنن، به نظر من بالاخره فکر میکنن بایستی فعلا منتظر موند، کارگرها درون خودشون حزب خودشون رو درست بکنن، تشکل خودشون رو درست بکنن، تعریف معینی از این تشکل نیست یا در سطح خیلی کلی بر سر
در مورد مجمع عمومی صحبت میکنن که منم با مجمع عمومی هیچ مشکلی ندارم، موافقم. و اعتراض روزانه و کاری که تشکلهای موجود از جمله اتحادیه آزاد کارگران، اتحادیه آزاد کارگران در ایران یا کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و تشکلهای دیگری که هستند در داخل ایران فعالیت میکنند، کار اینا را به رسمیت نمیشناسند. به نظر من این اشتباه است. به هر درجه طبقه کارگر، فعالین کارگری بتونن یه تعداد آدم ها را، فعالین کارگری دور هم متشکل بکنن و پرچم اعتراض مطالبه کارگرا را بلند بکنن، به نظر من یک قدم پیشرویه. این سوال شما به نظر من وقت بیشتری میخواد تا یک در مورد به اصطلاح تشکلهای موجود صحبت بکنیم، نقش مطالبات کارگری در تشکلهای موجود و در ضمن نقش احزاب و سیاست و شعار و مجمع عمومی و شوراهای کارگری، تمام اینا اجزای به هم وصل شده ای هستند که بالاخره ارزیابی درستی، تصویر درستی از رابطه کارگران با جامعه، با مبارزات خودشون، با تشکل پذیری طبقه کارگر درست بشه. در نتیجه من فکر میکنم در یه فرصت مناسب بایستی بتونیم این اجزای به هم وصل شده را تعریف بکنیم و از درون این خصوصیات و پتانسیلی که طبقه کارگر بایستی از خودش بروز بده، کدام تشکل، مجمع عمومی، شورا یا سندیکا، اتحادیه، تمام و جایگاه حزب سیاسی. به نظر من جنبش کارگری داره وارد دوره‌ای میشه، مسئله حزب سیاسی براش حیاتی مماتی میشه. به این شکل نیست. یه تعداد کارگرا جلو افتادن، اعتراض میکنن و مسئله حزب سیاسی براش مهم نیست. حزب سیاسی میتونه نقش بسیار مؤثری در رادیکالیزه کردن، جلب حمایت بین المللی، در جلب حمایت توده‌ای، ماشین تبلیغات اعتراضات کارگری و در سطح ماکرو حمایت از جنبش کارگری و سازمان بده. به نظر من این خود این پدیده بسیار مهمیه، رابطه جنبش کارگری و حزب سیاسی. در اینجا من فکر میکنم اینا اجزای به هم وصل شده ای هستن، بایستی بشینیم و صحبت بکنیم و امیدوارم یه فرصتی پیش بیاد در خدمت شما بتونیم به این سوالات هم به شکل کنکرتر و یه مقدار مشخصتر جواب بدیم. منم نسان نودینی هم واقعا امیدوار هستم که در فرصتهای دیگه بتونیم سر تشکلات کارگری، رابطه مبارزات جاری با حزب سیاسی و کلن سر به طور مشخصتر و کنکرتر در سر مسائل جنبش کارگری، تشکلات، شورا، سندیکا، حزب سیاسی رو صحبت بکنیم. ناصر عسکری اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید که ما بریم سوالی. من دو تا سوال مشخص اینجا مطرح شد، من فکر کنم خیلی مهمه به هر دو. من میخوام اجازه بدید بپردازم اینکه مثلا تدافعی تعرضی بودن و چه چیزی تدافعی از چیزی نیست. یه سری آدم ها میگن فلان مبار جنبش کارگری ایران تو حال تدافعیه. به نظر من در یک سطح عمومی مسئله تدافعی تعارضی بودن اعتراضات کارگری جنبش کارگری چیزی نسبیه. شما مثلا اگه فرضاً با جنبش کارگری توی به طور مثال فرانسه روبرو بودید که کارگر میگفت مثلا تشکلی که من دارم از من نگیرید، یا مثلا دستمزدایی که مثلا فرضاً 35 ساعت کار میکردیم الان کردید 45 ساعت، لطفا نکنید، این میگفتیم تدافعیه. اما وقتی که توی جایی که تو ایران مثلا کارگر رو میگیرن به خاطر اینکه کارگر اعتراض کرده شلاقش میزنن، کارگر در این حال بلند میشه میگه دستمزدم همه الان میخوام، پس من خیلی به نظر این دیگه خیلی تعرضی، نمیشه گفت این تدافعیه. کارگر میگه فعالین کارگری، خانواده های کارگری جمع میشن جلوی زندان میگن فعالین کارگری زندان میکنید به خاطر اینکه اعتراض کرده، بنظرم دیگه تدافعی نیست، نمیشه گفت تدافعی. همین اعتراضات کارگری که برای عدم پرداخت دستمزد به هم وصل بشه، از سنندج تا تهران تا زاهدان به هم دیگه، اهواز، زاهدان، کرمان وصل بشه، جمهوری میفته. اینجوری نیست. من میگم کسی که میاد میگه که چون فعلا تدافعی کاری نکنید، اونی داره یک سیاست دیگه رو پیش میبره، نه کارگر نکنید چون جمهوری میزنه.
بعد کسی که میاد میگه هیچ کاری نکنید فعلا تا تشکل درست کنیم، به نظر من فرضشو برای این گذاشته که تشکل وجود نداره. این همه اعتراض است، درسته تشکل من و شما نمیبینیم، ولی جنبش کارگری به نظر من جنبش کارگری تو ایران به سطح وسیعی تو مجامع عمومی هر روز مسائلش رو مطرح میکنه و اعتراض را میندازه. فعالین کارگری تو ایران به اصطلاح معتمدین جنبش کارگری هستن، اونا مثل یک تشکل کارگری هستن. جمهوری اسلامی این همه فشار میاره به فعالین کارگری، این همه حساسیت نشون میده به یه نفر که مثلا فعال کارگری هست، اثر این نیست که مثلا جمهوری اسلامی فرضاً به یه شخص گیر داده، بخاطر اینکه اون یارو داره در یک حالت، اون فعال کارگری در یک حالت بی تشکلی داره حالت تشکل چیز میکنه، همه فعالین کارگری به همدیگه متصل میکنه. شما یه اتحادیه آزاد کارگری دارید، یک کمیته هماهنگی دارید، یک فرن مدافعان جنبش کارگری دارید فلان، ولی میبینی که جنبش کارگری اینا رو سرشون میزنن، بخاطر اینکه میگه که اینا کل جنبش کارگری به همدیگه وصل میکنه. یه سر مثلا شما در بین هزاران فعال کارگری تو ایران مثلا شاید 20 نفر رو بشناسیم. این 20 نفر یک سرش توی پتروشیمی ماهشهره، یک سرش تو سنندج، یک سرش تو ارومیه و اردبیل، یک سرش تو میخوام بگم که اینجوری نمیشه گفت که چون جنبش کار من فکر میکنم در یک تا دو سال گذشته یه سری از فعالین کارگری عمدن از این فضا دوری گزیدن، گفتن که عمدن این کار کردن، سر و کله زدن با یه سری فعالین به اصطلاح فعالین جنبش کارگری که میگن که تشکل نیست، نتیجه تو باید تشکل درست کنی. ولی در این حال همین فعال کارگری که میگه تشکل نیست، تشکل درست کنی، نمیتونه توضیح بده که این همه اعتراضات کارگری چطوری خودجوش که نبوده. خود جمهوری اسلامی احساس نمیکنه خودجوش بوده. یک توی جایی مثل پتروشیمی یا توی یه جایی مثل چادرملو تا یه جایی مثل زاگروس که هزاران کارگر هست، ببینید همه اعتراض کردن. مگه میشه خودجوش باشه؟ ما نمیبینیم. دلیلش اینه که خفقان نمیذاره، یا مثلا فعالین کارگری هنوز با ما در تماس نبودن، این فعال کارگری، ولی به هر حال میخوام بگم که با من قبول دارم حرف نسان و برای این بحث به طور مشخص من از جدا شما میخوام که یک وقت جدایی بذاری که حداقل یک ساعت رو شرح بذاری. فکر کنم ناصر از خیلی شما سر رهبران جنبش کارگری صحبت کردید، موقعش بشه که یه شیفت بزنیم به مسئله رهبری در جنبش کارگری. و در این حال بگم که 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم، امیدوارم که بتونم، من دوست دارم دو تا سوال بسیار مهم اینجا مطرح بکنم که بتونیم دو تاشون رو بپوشونیم. و ناصر اصغری از شما شروع بکنیم. شما از رهبران کارگری صحبت کردید، خب ما میدونید تعداد قابل توجهی از رهبران جنبش کارگری در زندان هستن، شاهرخ زمانی، ابراهیم بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی و رضا شهابی در که الان شنیدم برایش جایزه نمیدونم در خارج کشور. به هر جهت اینا فکر میکنید که واقعا مقاومت جانانه‌ای که اینا در زندان میکنن نهایتاً چقدر در پیشبرد جنبش طبقه کارگر و علل عموم در جنبش های، چون اینا فقط به صلاح حمایتشون از جنبش کارگری خلاصه نکردن، جنبش زنان، جنبش کودکان، اینا یه مقداری به طور مختصر صحبت بکنید. ببین جمهوری اسلامی قصدش اینه که این فعالین کارگری رو بگیره زندان کنه، از نون بندازه خانوادشون که اینا تسلیم بشن، اونای دیگه فعالین کارگری بیرون دست بگیرن. ولی وقتی که همین فعالین کارگری که شما ازش اسم بردید و سالها و هزاران تای دیگه هستن که ما نمیشناسیم، مثلا کسی مثل فرزاد کمانگر، ما نمیدونستیم که فعال کارگری تو زندان میره، بعد اعدام میشه، بعد نوشته های کارگریش میاد بیرون، تازه ما میدونیم که ایشون فعال کارگری خیلی چیزی بوده، خیلی رو خطی بوده. من میدونم هزاران فعال کارگری، من همینجا از فعالینی که همینجا از کارگران از شنونده هایی که میشنوند میگم که لطفا معرفی کنید، فعال کارگری بیان با این تلویزیون در تماس باشن، بگن که ما کی هستیم. اینجوری هست که جمهوری اسلامی نمیتونه دست درازی کنه به جانشون. میخوام بگم که جمهوری اسلامی اینا رو میگیره، شکنجه میگیره، تو زندان فشار میاره بهش، ولی با این همه اینا میان میگن که مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نون این جامعه رو گرو گرفته. چندی پیش یک برنامه گوش میدادم، توی یه سری از کشورها آمار میداد، میگفت مثلا فلان کشور 20% 21% مردم میشینن میگن اسم روزاشو گذاشتن روزای بدون غذا،
این روزا تصمیم میگیرن که ما مثلا روزا چهارشنبه غذا نخوریم. کل خانواده میگه 21% جمعیت، نمیدونم هند بود کجا بود، یه جایی میگه مردم میگن 21% جمعیت ما غذا نخوریم امروز، یا مثلا دو روز در هفته بی غذا. به نظر من اگه برن تو ایران نگاه کنن بیشتر از اینه، 30-40% میشه. یعنی مردم گشنگی میکشن. دیدم من، شنیدم یارو گشنگی کشیده، خودشو آتش زده. میخوام بگم که تو این وضعیت جمهوری اسلامی فعالین کارگری میگیره که صدا کسی در نیاد، ولی با این حال فعالین کارگری میان میگن تو بیخود کردی، تو ما جامعه رو گرو گرفتی، ولی جامعه قبول نمیکنه ازت. به نظر من اعتراضاتی که فعالین کارگری از درون زندان میکنن، بهنام ابراهیمی زاده بچهش سرطان داره، میگیرن میان گروه، بعد میگن که دست از چیز در بیاره. اون میگه که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی زندگی ما رو چیز گرفته. این برای جامعه به نظر من یک روحیه است، یک قدرت قلبیه، و به همین خاطر شما نمیبینی که جامعه با دستگیری یه تعداد از فعالین کارگری سکوت کرده. امروز میگن، فردا میبینی اعضای همین اعضای تشکلات کارگری که امروز میبینیم 20% زیاد شد. اسامی فعالین میان مینویسن، کارهایی میکنن که ما قبلا اصلا ندیده بودیم، نمیشناختیم. بسیار خوب. نسان نودینیان، اگر نکته چیزی دارید لطفاً خیلی کوتاه در این مورد بفرمایید. در این مورد من نکته کوتاه نمیتونم بگم، ولی توضیح میدم به دلیل اینکه این مسئله مهمیه، مسئله پدیده فعالین کارگری. ببینید شما یه نگاه کنید، قبل از قیام 57 شخصیت‌های مهم ایران یا شاعر بودن، یا از فئودالا بودن، یا از آدمای شیوخ بودن، یا سرلشکر و سردارهای مختلفی بودن. الان پدیده جدیدی که در ایران به وجود اومده و وجود داره، در کنار این شخصیت‌های ملی ناسیونالیستی یا هر شخصیت‌های اجتماعی از طیف‌های مختلف، یه پدیده هم به عنوان پدیده شخصیت‌های کارگری بروز کردن و وجود دارن. حالا این جمهوری، اولم گفتم جمهوری اسلامی نوک تیز حمله شو در درون جنبش کارگری روی این فعالین میذاره، میدونه چه کار بکنه. به این دلیل جایگاه کسی مثل بهنام ابراهیم زاده، شاروخ زمانی و ده ها نفر دیگر از کارگرایی که در زندان هستن و از زندان نامه مینویسن و افق امیدوار کننده ایو به جامعه میدن، در دفاع از دستمزد، در دفاع از حقوق کودک، در دفاع از روز جهانی زن، و تمام اینا به نظر من پدیده بسیار یا داده بسیار مهمیه در جامعه و از نقطه قدرت‌های انقلاب ایران در آتی، و این به نظر من جایگاه این آدم‌ها، این فعالین کارگری، جایگاه ویژه‌ایه در دل کشور استبداد زده ایران که از قبل از قیام همچین پدیده‌ای در ایران وجود نداشت، یا اگر وجود داشت به تعبیر سنت حزب توده بود، کارگر چاپچی بود که بیشتر سنتش رو از حزب توده می‌گرفت. در نتیجه ولی الان و به ویژه در 10 سال گذشته ما با این مسئله فعالین کارگری سرشناس که در سطح بین المللی اینا را می‌شناسند، اتحادیه‌های کارگری در دفاع از اینا قطعنامه دادند و صاحب اتوریته و جذابیت کارگری هستند در صحنه مسائل کارگری، جذابیت ویژه خودشونو دارن. به نظر من این مسئله مهمیه. شما گفتی به من کوتاه جواب بدم، جای به اصطلاح بحث طولانی تر، جایگاه این شخصیت ها، جایگاه فعالین کارگری و فعالین کارگری با مطالبات کارگری، فعالین کارگری در عرصه اجتماعی، حقوق کودک، حقوق زنان، مسئله بیکاری، بازنشسته ها، معلمان، پرستارا و عرصه بسیار وسیع و پردامنه‌ای که وجود داره، بالاخره نقش اینا زیاده. به نظر من ناصری اصغری‌ام راست میگه، تعداد بسیار زیادی هن، ولی متاسفانه این تعداد زیاد هنوز به اصطلاح زیاد خودشون آفتابی نکردن، اگر به اصطلاح کلی بگیم. در نتیجه به نظر من جامعه امروز و جنبش کارگری و یکی از مسافه‌های مهم برای رویارویی با فقر و فلاکت و امید دادن به جامعه، روج هرچه بیشتر و ابراز وجود هرچه بیشتر فعالین کارگریه که
در تمام مراکز تولیدی، کارخانه، پروژه های و شرکت ها و جاهای مختلف حضور دارند و اینا حی و حاضر هستند و ما در اعتراضات کارگری، اعتصابات کارگری جا و نقش اینا رو میبینیم، به ویژه در اعتراضات اخیری که در مورد مسئله افزایش دستمزدها و مطالبه 2 میلیون افزایش دستمزدها وجود داره. نسان نادنیا، ما وقت خیلی خیلی کمی داریم، منتها یه سوال مهم هستش که ما نمیتونیم برنامه رو تمامش بکنیم بدون مطرح کردن این سوال و به اصطلاح بحث در مورد این. ما به سال 1393 داریم میرسیم و از همین الان مبارزه برای افزایش دستمزد خواه ناخواه به جلوی صحنه رانده شده. فکر میکنه اهمیت این مبارزه چه برای جنبش کارگری و علی عموم، برای جنبش مردم علی جمهوری اسلامی چی هستش، موانع چی هست و چی کار باید کرد؟ خیلی مختصر لطفاً. من از چه کار باید کرد، چون ممکنه وقتم تمام بشه شروع میکنم. به نظر من چه کار باید کرد در گرو چند کار اساسی. یکی شعار واحد که خوشبختانه الان این شعار واحد این شعار واحد در درون جنبش کارگری تأمین شده. شعار 2 میلیون افزایش دستمزد شعار واحد درون جنبش کارگری و کسایی که از چند سال گذشته شروع کردن و میخوان جنبش کارگری در روی با افزایش دستمزدها به شکل مطالبه مشخص ظاهر بشه. این که افزایش دستمزد هم سطح تورم و فلان اینا باشه چیزایی به نظر من عملی نیست. شعار واحد در همین بحثیه که خود فعالین جنبش کارگری مطرح کردن و مسئله 2 میلیون افزایش دستمزد این مسئله مهمیه. دو، این که جنبش کارگری به نظر من باعث هوشیارانه و آماده در مقابل تمام ترندی که خانه کارگری، شورای اسلامی کار و مجموعه این عناصر و عوامل جمهوری اسلامی امروز فعالانه براش کار میکنن و خودشون میخوان سطح به حساب فقر رو بیشتر نشون بدن، در مورد سبد کالاها اظهار نظر میکنن، در مورد یارانه ها بحث میکنن، به دلیل اینکه یک حالت متعادل آرام کننده رو ایجاد بکنن، نجات بخش بشن، به دلیل اینکه در مقابل افزایش دستمزد 2 میلیون تومان بیستن و با همون بحثی که از عناصر جناح رفسنجانی اساسا مطرح شده و حدود 690 هزار تومان جنبش کارگری راضی بکنن. به نظر من این دو مسئله، مسئله شعار واحد، مقابله با خانه کارگر و شورای اسلامی کار و مجموعه ارگانهایی که در جهت به اصطلاح جمهوری دولت، سیاست دولت دارن کار میکنن، اینو خنسا بکنن و در گرو اینه که این جنبش کارگری که شعار واحدی داره در شکل واحدم، در تشکل واحدم، در اعتراضات واحدم، در به نظر من به شکل تظاهرات، تحسن، تجمع مثل تجمعی که دیروز بوده، بتونن پرچم این شعار واحد 2 میلیون تومان رو بلند نگه دارن. این مسئله مهمیه در مورد افزایش دستمزدها. نکات بیشتری هم میتونیم در مورد افزایش دستمزدها، تنگناهای شعار واحد در درون جنبش کارگری اگه سراسری بشه کدام ها هستن، کدام فاکتور میتونه به اصطلاح عملی تر بشه، آیا اساسا 2 میلیون تومان یه شعار واقعی مبتنی بر اساس زندگی خانواده 4 یا 5 نفر خانواده کارگری، اینا مسائل مباحثی هستن. امیدوارم بتونیم در فرصت های بعدی صحبت کنیم. نسان نودینا، من معذرت میخوام که مجبور شدم صحبتتون رو قطع بکنم. ناصر عسکری، عملا وقت ما تموم هستش، من تا 1 دقیقه شما لطف کنید نقطه پایانی. به نظر من دستمزد نقطه ای هست که کارگر با سرمایه دار، با کارفرما، با مدیریت روبرو میشه. خیلی مهمه. امسال تو خود تلویزیون جمهوری اسلامی هم مردم اومدن 91% اومدن گفتن حداقل 2 میلیون تومان میخوایم. به نظر من همینو باید شعار کرد. کارگران پتروشیمی ها گفتن 2 میلیون میخوایم. اتحادیه آزاد کارگران اومد گفت که 2 میلیون تومان میخوایم. شاهرخ زمانی
محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده از درون زندان اومدن. ما گفتم ما از این دفاع میکنیم 2 میلیون تومان میخوایم. و پارسال ما میدونیم پارسال جمهوری اسلامی 487,000 تومان حداقل دستمزد چیز کرد و همه میدونستن که خود بانک مرکزی گفت که 1,500,000 تومان دستمزدی هست که یه نفر میتونه تو تهران زندگی کنه، سرش زیر آب نره. منم از حرفی که نسان میگه دفاع چیز میکنم، به اصطلاح توافق دارم، میگم که حداقل باید 2 میلیون تومان باشه و به نظر من همه فعالین کارگری و کل جنبش کارگری ایران باید پشت این بره و این نقطه ای هست که کارگر باید دستش تو دست هم بذاره. خیلی ممنون از هر دوی شما، ناصر عسقری، نسان نودینیان، از حضورتون در این برنامه. همونطوری که دوتاتون اشاره کردید، امیدوارم ما بتونیم در آینده میزه گردهای از این نوع داشته باشیم. و همچنین با تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه بودید. اون چرا که شنیدید برنامه دیگری بود از سری برنامه میزه گرد از تلویزیون کانال جدید تحت عنوان جنبش کارگر در سالی که گذشت. من محمد کاظمی هستم، به اتفاق همکارم بابک یزدی، براتون شب و روز خوبی را آرزو می‌کنم.